سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان براتون یک کیس جالب آوردم، هم از اون کارهای مستر پسندانه. همونطور که میدونید اینجا یک اتاق سی پی آر مجازی هست، شما مانیتور، ترالی احیا، دی سی شوک، داروهای مختلف و هر چیز لازم برای یک منیجر یک کیس رو داری. اینجا یک آقای سالمندی رو داری که همونطور که میبینید داره سرفه میکنه، سرفه‌ای شدید داره، تنگ نفس داره. بریم ببینیم مشکل اصلی چیه. تب پیشنت رو میزنیم و اینجا کل اطلاعات این بیمار رو میاره. یک آقای الکس کارسون هستش اسمش و این آقای الکس 61 سالشه، 175 سانتی متر طولش هستش، یعنی قدشه، و وزنش 73 کیلوگرمه. توی شرح حالش میگه EMS با تب و سرفه و سنکوب و فینت اووردتش، این آقا ظاهرا رفته سوپرمارکت، بعد برگشته سمت ماشینش توی پارکینگ، بعد یهویی پیش ماشینش حالا فینت کرد و افتاده روی زمین و مردم پیداش کردن، زنگ میزنن به EMS و میارنش سمت اورژانس. این بیمار سابقه دیابت داشته، COPD بوده و عرضم به خدمتتون اینه که چیزی که شرح حال میده اینه که تنگ نفس رو قبلا داشته، ولی یک روز هستش که علائم سرماخوردگی، تب و کاهش تنفس داشته، سختی در تنفس داشته. و یه چیز جالب و دیگه ذکر میکنه اینه که میگه آقا جان، من همه اعضای خانوادم دچار این علائم شدن ولی من شدیدتر شدم. این یه مقدار ما رو به سمت سرماخوردگی و بیماری های ویروسی میبره. این خیلی جالبه، دقت داشته باشیم. بیمار تعریق اونها داشته، گفتم سابقه COPD دیابت هم داشته، اسموکر، سیگار میکشه، 3-5 سیگار در روز هم میکشه. خب بریم سراغ سایر ماجراها. اولا که بیمار داره سرفه میکنه، همونطوری که میبینید تنگ نفس داره، پس سریعا باید اقدام کنیم. سریعا بیمار رو مانیتور میکنیم، روی مانیتور کلیک میکنیم، میزنیم اتچ مانیتور یا همون مانیتور رو وصل کن، تاییدش میکنیم و مانیتور وصل میشه به بیمار. الانی که مانیتور وصل شد، نگاه به مانیتور میکنیم، میبینیم آقا هارت ریتش یا میزان ضربان قلبش 106 تاست که یک مقداری بالا، زیاد بالا نیست ولی یک مقداری بالا، یعنی تاکیکاردی داره ولی نه زیاد. میریم سراغ تبش یا تیش. آقا 40 درجه است. 40 درجه یعنی تب بالا. خب گفتیم ممکنه این بیمار به خاطر آسم بوده قبل از اینکه تبش رو ببینیم. الان اینکه تبش رو ببینیم 40 درجه، یادمون باشه که آسم تب نمیاره، COPD تب نمیاره، ولی بیماری های سرماخوردگی و سایر بیماری های ویروسی میتونن تب و تنگی نفس بیارن. پس اینجا یه دونه گزینه تشخیصی دیگه در کنار آسم به ما اضافه میکنه، در کنار COPD به ما اضافه میکنه، یعنی بیماری ویروسی و سرماخوردگی. به سچورشنش نگاه کنید، 88 بنده خدا. یعنی چی؟ یعنی اینکه داره بیمار زجر تنفسی میکشه و دیسترس تنفسی داره. خب ببینید فشار خونش 12/74، چیز نرمالیه، چیز مشکلی نداره. و بریم سراغ اکسیژن تراپی. بیمار الان دیسترس داره، سری باید بهش اکسیژن بدیم. اون چیز زرد پشت تخت رو میبینید، اون اکسیژن روش کلیک کنید، بتون انواع اکسیژن تراپی، حالا آماده برای اینتوبیشن، ساکشن و سایر اکسیژن تراپی ها مثل کانولای بینی، نازال، همه هست. ولی چون بیمار سچورشنش پایینه، پس بهتر از رزرو بگ استفاده کنیم. یه ماسک رزرو بگ براش میذاریم و اکسیژن رو بهش وصل میکنیم. به سچورشن دقت کنید، شد 100، از 88 برگشت 100 و این عالیه. یعنی بیمار تصحیح پیدا کرد با یه اکسیژن تراپی. حالا دوستان، تب بیمار 40 درجه است، پس باید حتما سریعا داروی آپوتل و یا استامینوفن رو برای بیمار بزنیم، یه ذره کنترلش کنیم. قبل از این کار باید اول یه آی وی فیکس کنیم، پس استابلیزیشن رو میزنیم. اینجا میشه اینسرت آی وی، آی وی رو چک میکنیم، میزنیم و همونطوری که می‌بینید آی وی روی دست بیمار فیکس شد. الان بریم سراغ این که یه سرم برای بیمار بذاریم. چرا؟ چون توی این افرادی که تاکیکاردن، ضعف و بی‌حالی دارن، بهتره سرم بذاریم، درسته؟ ولی خب بیمار مشکل سابقه قلبی هم نداره که از ادم قلبی بترسیم. میایم سراغ فلویدز و سرم نورمالسالین 500 تا کافیه برای بیمار بس شد و الان بیمار داره سرم میذاره. حالا ببینید تیش 40 دیگه، درسته؟ توی سرم بهتر آپوتل بریزیم. بریم سراغ استامینوفن. اینجا یه دونه استامینوفن سرچ میکنیم. میبینید اینجا استامینوفن اومد و دقت میکنید، ببینید تب بیمار داره از 38 برگشت 37 و 37 شد، از 40 برگشت 37 و این عالی، یعنی تبش هم کنترل کردیم. اوکی، الان میخوایم بفهمیم بیمار چشه، مشکل است. الان که بیمار رو یه مقدار استیبلش کردیم، تنفسش رو اوکی کردیم، تبش رو اوکی کردیم، آیویش رو گرفتیم، الان بریم سراغ تشخیصش. یه سری آزمایش ها باید برای بیمار بفرستیم. Let's do this. بیایم سراغ lab work یا همون آزمایش ها. اولا بیمار تنگی نفس داره، پس بذارید بفهمیم اسیدوز تنفسی داره یا نداره. پس بیایید براش ABG چک کنیم. موافقید؟ خب ABG یا اینجا براش چک کردیم. خب
یا بیزیک کیمستری یعنی بیوانکرات این آکا پوتاسیوم هم باید براش چک کنیم، اینم تیک میزنیم. یه چیز دیگه، بیمار ممکنه به خاطر تنگی نفس زیاد فشار روی قلبش اومده باشه، پس تروپونین هم خالی از لطف نیست. تروپونین اینجا نوشته، اینو هم چک میکنیم. و دوستان اگه دوتون باشه بیمار فینت کرده باشه، درسته؟ بیمار سابقه دیابت هم داره، پس قند خونم چک کنیم، نکنه یهو قند خونش افتاده باشه، اینم مهمه. یه بلاد شوگر میزنیم و اینم انتخاب میکنیم. اوکی، ببینیم آزمایشا چطوری. اینجا آزمایشا داره به هت میده تک تک، نگاه بکنیم. ببینید ABGش pHش 7.42 و هیچ مشکلی نداره، پس اسیدوز تنفسی نداره، یه نفس راحت میکشیم که اسیدوز نیستش. میریم سراغ بیزیک کیمستری. سدیم اوکیه، پتاسیم اوکیه، کلوراید اوکیه، بیکربوناتش اوکیه، بیو انش اوکیه، کراتش اوکیه، همه چیش اوکیه، خدا رو شکر. حالا بریم سراغ قند خونش. قند خونش هم اوکیه دوستان، قند خونش مشکلی نداره و اوکیه. تروپونینش هم منفی و اوکی هستش، پس هم از قند خونش مطمئن شدیم که پایین نیومده، تروپونینش اوکی، سکته قلبی نبوده، بقیه چیزهاش اوکیه. اوکی دوستان، یادتون هست بهتون گفتم بیمار سرفه، تب و علائم سرماخوردگی داره؟ نمیتونه علامت کرونا باشه؟ میتونه باشه، پس let's do this. بریم ببینیم تست کووید ازش بگیم، تست PCR ازش بگیم. موافقید؟ خب یه تست PCR چک کنیم براش. بیایم سمت تست ها دوباره، اینجا بزنیم کووید، کووید PCR رو یه تیک بزنیم. اوه، کووید PCRش پازیتیوه، ای وای، یعنی دیگه بیمار تا اینجا به یک حدی از تشخیص رسیدیم، بیمار کروناست، کووید PCRش پازیتیوه و قطعا به خاطر کروناست که اینطوری شده، همونطوری که همه خانواده‌اش هم درگیر شدن. حالا که فهمیدیم کروناست، در یک اتاق ایزوله نگهش داریم، حواسمون باشه بقیه رو درگیر نکنه دوستان. اوکی، اگر کرونا باشه ممکنه درگیر ریه داشته باشه، درسته؟ بفرستیمش سی تی اسکن بشه، چست سی تی بشه، ببینیم میتونیم چست سی تیش کنیم. اوکی، میایم روی اینجا و چست سی تی رو انتخاب میکنیم. یادتون هست کنار ماشین افتاده بوده زمین و ممکنه سرش هم ضربه خورده باشه زمین، پس بهتره برین سی تی هم بشه، پس سی تی سر رو براش انتخاب میکنیم و کلیک میکنیم که ببینیم نتیجه چیه. و سی تی ها میان دوستان، سی تی قفسه سینه رو چک میکنیم. ای وای ای وای، نگاه کنید فقط درگیری های قفسه سینه، این سفید رنگا رو میبینید. بیمار کرونا همراه با درگیری شدیده، بوم، بیمار کرونا همراه با درگیری شدیده. ای وای، نگاه کنید فقط چه سی تی او. اوکی اوکی، وضعیت وخیمه. بریم سراغ سی تی سرش، چون ممکنه ضربه خورده باشه، چون فینت کرده باشه. خدا رو شکر سی تی سر هیچی نداره، چیز لکه سفیدی، خونریزی سری، شیفتی، هیچی نداره، هماتومی هم نداره، پس از سرش هم که مطمئن شدیم اوکیه. و دوستان یادتون هست بهتون گفتم ممکنه به خاطر سرفه و تنگی نفس مشکل قلبی پیدا کنه؟ خب یه نوار قلب هم بگیریم، درسته؟ یه نوار قلب بگیریم براش، گرچه باید سریعتر میگرفتیم ولی اوکی، اشکال نداره، یه نوار قلب هم بگیریم ببینیم چه خبره. خب اینم از نوار قلبش، کامان، چقدر خوبه نوار قلبش، مثل ساعت میزنه، اوکیه، منظم سینوسی هستش، منظم پی، موج پی، موج تی، موج کیارس داره، استیلویت نیست، پس خیالمون از قلبش هم راحت شد، هم تروپش اوکی بود، هم نوار قلبش اوکی بود، قندش اوکی بود. آزمایشاتش، توی آزمایشاتش سی بی سی چک نکردیم، بیا یه سی بی سی چک کنیم، نگاه کنیم به وایت بی سیش. نه، این فکر خوبیه، بیاد به یه سی بی سی ازش چک کنیم ببینیم عفونتی نداره. یه سی بی سی، خب سی بی سی وایتش هم که خوبه. خب توی کرونا اگه یادتون باشه معمولا وایت ها نمیرفت بالا، چیزی که میرفت بالا سی آر پی بود و ای اس آر بود. اگه بتونم اینجا سی آر پی رو پیدا کنم، آره سی آر پی رو بذار چک کنم. سی آر پی دوستان 10 شده، یعنی مرز، یعنی دیگه بیشتر از 10 میشه التهاب و این یعنی التهاب، داره التهاب شروع میشه. توی کرونا ما التهاب زیاد داریم. ببینیم ای اس آرش چی، ای اس آرش چنده؟ ای اس آرم توی کرونا میره بالا، بزنیم ای اس آرش چنده. واو، اینم ای اس آرش مقداری داره الیویت میشه، یعنی به 15 رسیده و دیگه ته تهش 20ه، داره میره بالا، پس اوایل شروع کروناشه، ولی خب درگیری داده، درگیری داره چون مشکلات زمینه تنفسی هم داشته. اوکی،
خب دوستان، این کارها رو انجام دادیم، فهمیدیم ماجرا کرونا درگیری داره، کاراش انجام دادیم، بریم سراغ دادن دگزامتازون. گرچه بیمار دیابتیه و ممکنه دگزا بی اسشو بیاره بالا قند خونشو، ولی لازمه برای التهاب چون کلی درگیری داره و باید حواسمون باشه هنه تزریق دگزا باید قند خونو هی چکش کنیم. بریم اول دگزا رو تزریق کنیم، دگزا رو بنویسیم اینجا بیاره برامون دگزامتازون. خب تزریق بشه لطفاً. اوکی دگزا تزریق شد. الان که دگزا تزریق شد بریم دوباره قند خونو چک کنیم ببینیم نرفته بالا یه وقت. اوکی قند خون چک میکنیم، قند خون 5.6 قبلی چقدر بود؟ قبلی خدا رو شکر کیچی 5.6، اینجا هم 5.6 میلی مول بر لیتر. قند خونش هم اوکیه. شاید الان بگید مستر خب ما قند خونمون مختلفه، اینجا مثلا بیشتر از 100. دوستان شما قند خونشون این میلی مول بر لیتر، اون چیزی که میگید میگم بر دسیلیتر هستش، این میلی مول بر لیتر فرق میکنه، رنج ها فرق میکنه. پس اگه تفاوت در رنج ها میبینید فقط ماجرا تفاوت ها در رنج آزمایشگاه های مختلفه. اوکی اینجا رو گفتیم، یه اگزمش هم بکنیم، نه یه اگزم بریدینگش انجام بدیم، یعنی ببینیم آیا تنفس اوکی داره یا نداره، یه اگزمش بکنیم ببینیم اگزم چیه. خب دیسترس تنفسی فعلا نداره و دو سمتش داره خوب نفس میکشه و اوکیه، یعنی این به ما نشون میده که مثلا در اثر کرونا، در اثر کرونا مثلا نموتراکس نشده چون چستیتیش هم اوکیه. و یه پولمناری هم اگزم هم بگیم، ویز نداره خدا رو شکر، پس حمله سی او پی دی معمولا الان نیستش. و برونکای برید ساوند پرزنت ات دی بیسز، برونکای هم داره. خب اوکی این از این بابت، فعلا که چیزا دیگه ای نمیخوایم ازش شک بکنیم. تشخیصمون رو میذاریم روی کرونا، پس اینجا تشخیصمون رو میذاریم کرونا کووید، بیمارو تشخیص کوویدش رو میذاریم. اوکی میام عقب، یه مشورت ریه هم بهش میدیم. مشورت ریه شد، مشورت ریه میگه که آقا جان الان که اگه شک داری به کووید دیگه فعلا ایزولش کن. اوکی کارش هم درسته. اوکی الان که فهمیدیم کروناست و مشکوکه به کووید، بیاد بفرستیمش بخش، نظرتون چیه؟ خب بیمارو کجا بفرستیم؟ آی سی یو بفرستیم، دیسچارجش کنیم، مرخصش کنیم یا نه بره توی بخش؟ خب مثلا آی سی یو که نمیخواد بفرستیم چون بیمار سچورشنش خوب شده، دیسچارجش هم که نمیتونیم بکنیم چون بیمار درگیری داره، پس بفرستیمش بخش و توی اتاق ایزوله باشه. گزینه سوم انتخاب میکنیم با تشخیص کرونا و فینیشو میزنیم. میگه مطمئنی؟ واو دوستان 76% نزدیک 80% درست رفتیم و بیمار استابلیزیشنش رو 100% درست، یعنی 100% بیمار استیبل کردیم، این عالیه. خب یه سری چیزهای دیگه انجام ندادیم که به خاطر نبود وقت بود، میخواستم ویدیو کوتاه بشه، ولی عالی بیمار رو منیج کردیم. خب اوکی تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.